هیچ وقت نکنی خب چون باعث میشه چیزایی که دوست دارید بعد از بین بره. بیدم کار کنید از دیگه بی جیسون و این نوت ماجونی رو میذارم باشن چون کارشون داریم این تامپو نینس رو اینجا داریم و اپ دوستانی که داغال درست نکنه یه ذره حرکت بده خودتون رو چون از اینجا به بعد دیگه داستان میره به یه سمت دیگه شروع کنن عقب نمید یه هفتم که تو هم داشتی گرفتی خوابی دیگه خب بریم اینجا ادامه داستان رو شروع بکنیم من رو من یلو بوردی درست کردم و دیگه با اینا کاری ندارم ما یه چیز دارم بگم کانتکس ای پی آی ببینید بیس ریاکت رو یاد گرفتید خب ریاکت چی بود؟ همون CSS رو این متغیر تعریف کردن ها و حالا API گرفتن و یه صفحه ساختن و حالی که من چند تا صفحه بخواهم بسیدم اینا چیز هم در واقع پکیج هم پکیج هایی به روزی هستن که توی اسم ریاکت روتردامه بعد از اون استفاده کنیم برای ساختن چندین صفحه و حالا اینا رو هم میسازیم که طبیعتا شما باید بتونید یه پروژه رو یه دفعه بهت بده یا چند صفحه است بزنید بتونید بزنید چه میدونم منیجمنتش رو بگی بهت بعد بتونید پیاده بکنید اینا رو میسازیم یاد بگیرید داستان اینه که شما وقتی دارید از یوز استیت و یوز افکت استفاده میکنید یه مشکلی ما داریم با یوز افکت نه یوز افکت که توی رندر در واقع کامپوننت مشکلی نیست اینه اگه شما فرض کنید اپ باشه و اینجا مثلا پروداکتسه و اینجا هم دوباره یه بچه درست میشه به نام پروداکت دیتا از کجا داره تزریق میشه؟ از این میاد به این از این میاد به این حالا حساب کنید اینجا کلی دیگه درخت و نخت باشه همه دیتا باید تزریق بشن ما این چیز رو به نام پراپس دریلینگ پراپس دریلینگ چی میگه؟ میگه آقا شما هی باید پراپ رو پاس بدی هی پاس بدی بیاد پایین پاس بدی بیاد هی باید پاس بدی خب برای پروژه بزرگ جواب نمیده خیلی سنگین میشه چرا؟ چون هی داری دیتا رو پاس بدی از یک کامپوننت بره به کامپوننت پایین تر کامپوننت بالای دور رو پاس بده به کامپوننت پایینی خوب نیست دیگه هی من یا کامپوننت کامپوننت ها دیتا رو از بالای پاس بدم پایین پاس بدم پایین همینجوری بیاد پایین برای اینکه مشکل رو حل بکنیم دو راه گذاشتن توی ریاکت جدید یکی بحث کانتکست بود یکی بحث ریداکسه خب من تو پروژه هم کدوم استفاده من کانتکست رو درس میدم چون اگه یاد نگیری تو ریداکس نمیتونی استفاده کنی خب پس من نیاز دارم بلد بشم هم کانتکست رو هم ریدوسر رو خب ریدوسر رو هم بعد یاد بگیرم شما باید بفهم ریدوسر چیه که از اون من خواستم جاوا اسکریپت ریدوسر رو کار بکنم بفهمید اصلا چیه خب اینکه حالا من فکر نکنه ریداکس فقط مخصوص چیزه ریاکت نه ریداکس هم این کتابخونه است نصبش میکنی شما میتونید توی حالا تو جی اس حتی ازش من تو جی اس استفاده میکنم چون بیا ببینید که چجوری میشه بیسش ساخت و بعد میرین تو ریاکت استفاده میکنید دوست داشته باشید میتونید برید توی ویو استفاده بکنید یه کتابخونه است شما میتونید تو هر جای دلتون میخواد استفاده کنید خب اینجا من اومدم باز گفتم دیگه همین مثالی که دادم اینجا توی خود داکیومنت خودشه ما هر چی هم داریم کار میکنیم رو داکیومنت خودشه فقط من همین مثالی که من میزنم در داکیومنت خودش رو دور دور میخونم میام پایین میام میگه آقا شما اگه میخوای از بالا پایین دیتا رو بفرستی چی به وجود میاد واسه پراپس ریلینگ به وجود و برای رفع این مشکل میگه میتونیم میام از کانتکست استفاده کنیم میام پایین تر حالا من میام اینجا چیکار میکنم یه کامپوننت توی اپم یه کامپوننت A درست میکنم بعد یک کامپوننت B درست میکنم خب میام اینجا با همین راحتی این کار رو انجام بدم من ببینید دریلینگ داره اتفاق میفته من اینجا یه کامپوننت A دارم میبینیم کامپ A دات جی اس و اس اف سی کامپ A و یه مثلا اچمار می‌نویسم و اچمار می‌ذارم می‌نویسم کامل
بذارید یه اشوا منیس برسید کامپوننت خب تو کامپوننت A بیا اینجا مثلا کامپوننت B رو چیکار بکنی؟ کامپوننت B رو صدا بسنش یاشش خب و توی اپ هم کامپوننت چی رو صدا بزنم؟ Hello World رو نوشتم کامپوننت A و بهش اینو پاس در واقع خواهد شما میتونید فرگمنت استفاده کنید که مشکل پیش نیاد و میام اینجا کنترل B کنترل S و حالا اگه کامپوننت A کامپوننت B من میام اینجا متغیر درست میکنم مثلا به نام حالا کانس لیت فرق نمونه رو خواهد تغییرش بده کانس میزنم کانس فرست نیم که ثابت باشه فرست نیم و اینجا برمیگردم یا میزنم کانس P عدد P بینیستم mass dot P P عدد سمویس شد میام اینجا برمیگردم میگم P این P رو بگیر خب درسته میام توی این A الان اینجا من این رو پاس دادم میگه درسته میام اینجا دوباره من اینجا میمیستم P این P رو بالا به این پایینه دارم پاس میدم به این B و در نهایت میام اینجا اتریبیوت که نوشتم پی رو میام اینجا در نهایت میام اینجا برمیگردم میگم تو بیا و این پی رو برای من نمایش بده حالا اگه بیاد اینجا میبینی سمایش 14 رو انجام شد چیکار کردم؟ سه تا کامپوننت از بالا دادم به A از A دادم به B کاملا مشخصه دیگه درخت کشتی این سر درخته این میاد اینجا میاد توی کامپوننت A و میاد توی کامپوننت B همه خواهر شکلش بکشم این شکل این حرکتی که من دارم میکنم که قبلی هم اومدم این کار رو انجام دارم شکنم پراپس تریلینگ من اینجا درست کن اپ رو دارم یه دیتا اینجا دارم اینجا اومد A پاس دادم به این بعد اومد پایین تر B این پاس داد به B این دیتا هم یعنی اینجا دیتا داره دست به دست میچن خب یه راه دیگه اینی که میان اینجا کلیک راست میکنین توی اینسپکتتون میرید توی این قسمت توی کامپوننت کاملا مشخصه تو اپ اینا رو باید به مرور زمان دیگه تو ذهنتون ملکه باشه میان اینجا میبینید ها میان اینجا میتونید در واقع چیکار بکنید ببین یه پراپس داره به نام سمویس 14 داده به پایین الان میان اینجا میتونید در واقع توی پراپس اینجا هم ببینید از اون بالا دارم اینجا هول میده به سمت کنم حالا حساب کن 10 تا شما اینجا زیر شاخه داشته باشید همینجوری پاس میده پاس میده پاس میده پاس میده خب تو داری یه دم یه چیزی رو پاس میده به سمت پایین دیگه این خوب نیست پروژه بزرگ اصلا خوب نیست توی پروژه بزرگ من نمیتونم از این تست استفاده بکنم برید هم بخونید در موردش برید در موردش شروع کنید خوندن کاملا بهتون میاد اشاره میکنه میگه به جایی که شما بیاید این کار رو انجام بدید دو تا راه میذاره جلو خب اون دوم راهی که ریداکس خیلی خوبه اینم هست کانتکست API هم هست میگه میتونی از کانتکست API هم استفاده بکنی کانتکست API چجوریه؟ میگه که شما بیا یه در واقع ما ریاکت یه گزینه‌ای داره به نام کانتکست کرییت کانتکست خب یه کانتکست جنریت بکن حالا قبل از که بیایم صحبت بکنیم میگه بیا اینجا توی این بالا بالاییه هست اون اصلیه روت میشه الان ریشه من کجاست اینجاست میگه تو بیا اینجا یه متغیر در واقع جنریت بکن یه جای یه انبار استور یه استور جنریت بکن دیتا رو بریز تو این خب هر کی خواست از این استفاده بکنه صداش بزن حالا 100 تا پوینتر هم بود صدا بکنه اینو اصلا نیاد اینجوری هی پاس بده پاس بده بیاد پایین هر وقت دلش خواست بیاد دست بکنه از اینجا این دیتا رو برد ریداکس هم همیشه ریداکس هم میگه من یه انباره درست میکنم حالا اونجا اکشن داره اکشن کریتور داره ریدوسر داره یه سه چهار تا دیت اکشن مکشن هم داره منو اینکه یه انباره هم داره اینجا این نه دیگه میگه مثلا من یه انباره درست میکنم یه دیتای درست میکنم اینجا دارم میگم یا کریت کانتکس بکن به نام مای کانتکس دقیقا تمام این چیزه که اینجا دارید میبینید نمونهش توی کجا هستش توی دوست خوبمون ریداکس من میام اینجا به جایی که میام اینجا متغیر پاس بدم متغیرشون رو پاک کردم کامپوننت A هم این پراپس رو در واقع پاک بکنم اینم پاک بکنم
بیام این رو پاکش میکنم، میرم پاک کردم و این رو هم میام پاکش میکنم که ارور نده بهم. من میخواستم پاک میکنم همه شروع که ارور دادم، جلوی ارورش رو میگیرم میام اینجا قشنگ وای میستم رفرش هم میکنم، اوکی هیچ مشکلی هم نداره. میام اینجا توی اپ، اولین کاری که میکنید بیرون فانکشنتون میاید تعریف میکنید مثلا مقداری به نام let، اسمش مای کانتکست معروفه، حالا معمولا هم همین مقدار میذارید، شما هم بذارید مای کانتکست، کانتکست رو مینویسید و اینجا میگید ریاکت، بیا برای من کرییت کانتکست. یه گزینه‌ای دارم به نام کرییت کانتکست، من الان عملاً کرییت کانتکست انجام دادم. خب کرییت کانتکست چیکار میکنه؟ میگه بیا هر چیزی رو که دیتا رو میخوای بفرستید در واقع سمتش توی اون قرنش بده، یعنی اولا این بشه شبیه به یه دونه تگ و تمام کامپوننتایی که توش هستن بیا توش قرار بگیره. خب من میام اینجا برمیگردم میگم my context dot گزینه داره به نام provider، خب مقداری داره به نام provider، میام اینجا میبندم بازش میکنم، کنترل اس رو میزنم، دوام میزنم کامپوننت. خب الان من اولا چیکار کردم؟ کامپوننت A رو اومدم توی مای کانتکست هم قرار دادم و اگر بخوام ولیوی توی اینجا استلن هم و انبارم توش قرار بدم، خود A و تمام بچه هایی که متعلق به A هستن میتونن ازش استفاده بکنن بدون اینکه پراپ استریلینگ وجود بیاره. یعنی من اینجا پراپ پراپرتی پاس نمیدم، توی یه محوطه یه توی محفظه گذاشتمش، توی محفظه میگم آقا اینجا هست، شما همتون از این محفظه در واقع میتونید استفاده کنید. چرا؟ چون توش قرار گرفتی انگار کلید داره، میتونید بیاید دیتا رو از توش بردارید. خب داره میگه آقا این ریاکت از نات دیفاین دوستان ریاکت رو بده سفر کنتر اسپیس بودن اون بالا اضافه بشه که الان به این شکله. مرحله بعدی چیه؟ شما اومدی این رو قرار دادی، نگاه کن مثلا من یه ولیو ای پاس دادم، برام حالا این عرف میاد، من میام اینجا این سری چیکار میکنم؟ این پی رو میام اینجا قرارش میدم، یه اتریبیوت مقدار داره به نام ولیو، مقدار آبجکت، خب مقدار داره به نام ولیو، این پی رو من بهش پاس میدم. خب آیا من نیازه برای این اسمم بذارم؟ حالا به مرور دیگه، من فعلا این رو اینجوری پاس دادم ببینم آیا میتونم برای این مثلا بیام بگم توی کلیدم داشته باشه، اسم کلید مثلا باشه دیتا اینجوری مثلا، آیا میشه؟ اگه میشه چجوری باید قرار بدم؟ خب اگه میخوای قرارش بدی باید دیگه اینجوری مثلا قرارش بدی، برای API ها میتونم ازش استفاده بکنم. فعلا شما بیا راحت ترین حالت یه متغیر پاس بدیش، من یه متغیر پاس دادم، الان عملا چی شد؟ الان انگار شما یه همچین احفظه ای رو دارید، یه دیتا اینجاست و این اپ شما باشه، اپتون بیرونه اونا بعد کشت چون شما این در واقع مستطیله برای که ویب سایت شما باشه، این دیتای شماست، دیتا من دی بی می نویسم، دیتا بیس نیست نه دیتا هم من هم هم و این اپ شما، این اپ شما اینجا قرار میگیره. حالا تمام فرزندایی که میان قرار میگیرن تو در واقع اینجا میشه در واقع کانتکستشون، این کانتکست، این کانتکست اینجا، این مستطیل کلا کانتکست. حالا تمام بچه‌هایی که میان اینجا قرار میگیرن A B چه میدونم الان C هم اضافه میکنم، C همه‌شون میتونن به این دیتا وصل بشن استفاده بکنن دیگه، پراپی پراپرتی اینجا وجود نداره. من اینجا یه دیتا گذاشتم میتونم از این دیتا استفاده بکنم، میام اینجا این پی رو گذاشتیم ولیو پی و الان کامپوننت A در واقع کجاست؟ این کامپوننت B تو کامپوننت کامپوننت B دیگه، کامپوننت B تو کامپوننت A و کامپوننت A که تو کامپوننت اول تو مای کانتکست هستش. چه جوری باید استفادهش بکنم؟ ببینید هر وقت خواستی استفاده بکنی یه هوک داریم، یه این پوینتر در حالش اینجا، حالا من این مقدار رو اینجا قرار دادم، یه توضیحاتی دادم گفتم حالا میتونی استریم و عرایی از این همین چیزایی که گفتم اینجا، برای اینکه بتونی ازش استفاده بکنی
به این صورت که گذاشتیمش، شما یه هوکی دارید به نام context. خب use context، این use context، این اسم رو ببینید اینجا گذاشتین، بعد پاس بدید به این use context. خب مثلا من توی کامپوننت بی ام میخوام از این استفاده کنم. خب با یه هوک قرار آشنا بشه، سوم هوک به نام use context. میام اینجا یه let data می‌نویسم. می‌نویسم use context و این use context خودش بالا اضافه شد و این منتظر یه ورودی بگیره. میگه آقا این context که تعریف کردی، میگه این context که تعریف کردی میخوای هم ازش استفاده کنم. اسمش چی بود تو اینجا؟ my context. my context رو بعد اینجا پاس بدی. من میگم my context که الان نشناخته شده. چیکار باید بکنیم به نظر؟ چرا نمیشه اسم از جی اس بگیم؟ چیه داستان؟ چرا نشناخت؟ آیا این نباید اکسپورت بشه؟ باید اکسپورت بشه دیگه. باید اکسپورت بکنی که بتونی تو هر گلوبال بشه دیگه، تو هر در واقع کامپوننتی بتونید استفاده بکنید. ریداکس هم همینجوری ها، یعنی میخوام بزنیتون باشه که همین شکلی در واقع ما باید بیم ازش استفاده بکنید. حالا ما کانتکست میزنم، اومد اینجا استفاده شد و لاگ میگیرم مقدار دیتا رو. الان میام اینجا خب یه F5 F12 میام اینجا تو کنسول چی رو برگردم؟ برگردم 3-14. حالا آیا تو پراپ سری نگیم؟ نه دیگه تو پراپ نداری که، اصلا من دارم پراپ مگه استفاده کنم؟ نه دارم اومدم اینجا، اومدم use context، my context، دیتا رو در واقع از طریق my context که داشتم use context رو زدم. چه اتفاقی افتاده؟ توی اپه که اینجا داریم این value که اینجا این متغیره که هستش، این value رو در واقع من این value رو تحویل گرفتم اینجا. این خروجیش اگر اینجا لاگ بگیرید، این داستان رو لاگ بذارید، خروجیش چیه؟ این value هستش که شما اینجا دارید میبینید. value چیه؟ این مقدار 3.14 در واقع خروجی use context my context این value هستش که شما اینجا دارید میبینید. من my context رو به صورت گلوبالش کردم که بتونم تو هر کامپوننتی دارم استفاده ازش استفاده بکنم، برای اینکه بتونم value که تو این هستش رو داشته باشم. حالا میتونه value چی باشه؟ object باشه، آره object باشه، میتونه یه آرایه از object میتونه باشه، همش میتونه باشه. میتونم به هر جا دلم بخواد دیتام رو آرای آم رو پاس بدم بدون اینکه پراپسیلینگ آره این کار میتونی بکنی. دونه دونه میشه این کار رو کرد و باید هم انجام بدیم. حالا فعلا به این صورت ها اینجا شو بردم، من میتونم بیام اینجا حالا و حالا اسم اینو میزنم آن پی و بیام اینجا حالا و هم میگردم میگم داستان چیه، این مقدار پی رو بیا برای من چاپ بیام میزنم برای من 3.14 رو چاپ کرد دیگه. چیزی بنام شما دیگه اینجا ورودی بنام پراپ نداری. خب حالا من میتونم اینجا یک کامپوننت سی آر رو اینجا یک کامپوننت سی دیگه هم جنریت کنم، بنویسم کامپوننت سی و میام اینجا کلیک راست بنویسم کامپوننت سی دات جی اس و اس اف سی میذارم کامپوننت سی و باز میام اینجا برمیگردم میگم که حالا باز پرنگز میذارم، میگم آقا ایشون باشه کامپوننت سی. حالا این کامپوننت سی هم میاد چی میشه؟ توی کامه بی اگه من صداش کنم میام اینجا و میگردم میگم این کامه سی رو برای من صدا بزن، میاد اینجا کامه سی رو برای من جنریت میکنه. خب من میتونم الان به اینم دیتا رو پاس بدم. خب چرا؟ چون این تو کامه بیه، کامه بی تو کامه ای و کامه ای هم که توی ما کانتکس من هست بس توی محوطه اسیره، یعنی اولا تو اینجا من توی محوطه هستم میتونم همه از این استفاده کنم. میام اینجا برمیگردم میگم خب برم و چیکار بکنم؟ برمیگردم باز میگم let pi، برمیگردم میگم use context و my context هم رو صدا میزنم. تمام شد و رفت و راحت میتونی اینجا بیاید دوباره عدد پیت رو صدا بزنم، میتونی بیاید اینجا و ببینی که این هم گرفتش. پس اولا من میتونم پراپسیلی که داشتم رو با use context بپیچونم. کی نفهمه؟ دور دوم شروع